سلام بچه ها، چطورید؟ خوبید؟ امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه. بچه این ویدیو مختص افرادیه که تازه کلاسای عملیه شهرشون رو شروع کردن و تو کنترل فرمون مشکل دارن. حالا اگه شما حتی یک کوچولو هم تو کنترل فرمون مشکل داری، حتما این ویدیو رو تا آخرش ببین. بچه فقط یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو هم سابسکرایب کنید که حمایت بزرگی از ماه. حتما برامون کامنت انگلیسی بذارید که سابتون نپره. پیج اینستاگرام ما رو هم حتما فالو کنید. خب بچه ها، اولین نکته که تو بحث کنترل فرمون باید بدونید اینی که فرمونمون رو چجوری بگیریم که هم راحت تر باشیم هم تعادل فرمونیمون بهتر حفظ شه. اگر بچه ها فرمون رو صفحه ساعت فرض کنید و این ساعت 12:06-9:03 باشه، حالت 9:30 از همش بهتره. چرا میگن تو این حالت فرمون رو بگیری؟ تو اکثر کتاب ها بیشتر رو این حالت تاکید شده، چون که تو این حالت چون دست زاویه نداره، دست پایینه، کمتر دست خسته میشه، تعادل فرمونی بهتره. و یه نکته دیگه این که با انگشت وسطمون میتونیم هم برفاکن رو بزنیم در مواقع لزوم، همین که از چراغ راهنمامون استفاده کنیم بدون اینکه دستمون رو فرمون جدا کنیم. این نکته مهمیه. حالتهای دیگه هم میتونیم بگیریم 10 و 20 دقیقه یا 10 و 10 دقیقه، ولی خب حالا هر جور که شما دوست دارید و بعدا هم که گواهی نامتون گرفتید، حالا هر جور که دوست دارید میتونید فرمون رو هدایت کنید. یه نکته خیلی خیلی مهم که بچه ها من اکثرا تو هنرجوهایی که تازه میان، یعنی جلسات اولیشون رو میبینم، اینه که به شدت فرمون سفت میگیرن. بچه ها این خیلی بده. تمام ناصافی های فرمونتون مال اینه. اصلا خودتون رو سفت نگیرید، شل کنید، عضلاتتون رو منقبض نکنید. اصلا میدونید که از استرس میشه که آدم خودش رو سفت میگیره یا عضلاتتون رو منقبض میکنید. خیلی راحت باشید، راحت فرمونتون رو بگیرید. یه جوری باید شل بگیرید که اگر مربی فرمون شما رو گرفت بتونه به راحتی اینو کنترل کنه. شاید همتون اینو از مربیاتون شنیدید که مربیتون بهتون گفته که چقدر سفت میگیری فرمونو. یکی از دلایل ناصافی های فرمون شما همین سفت گرفتن فرمونه. یکی دیگه اینه که زیاد با فرمون بازی میکنید. بچه ها اگر دوباره من بهتون میگم فرمون رو صفحه ساعت فرض کنید، میخواید یه راه مستقیم رو برید، حرکت فرمونتون خیلی باید کم باشه. ببین بچه ها، حرکت فرمون اینجوری اینجوری نباید باشه، در حد نهایتا 5 دقیقه. خب بچه ها اگر انحراف گرفتید به سمت چپ، 5 دقیقه میدیش به سمت راست. اگر به سمت راست انحراف گرفتی، 5 دقیقه میدیش سمت چپ. بچه ها خیلی لزومی نداره با فرمون بازی کنید، خیلی اینجوری اینجوریش اصلا نیازی نیست این کارو بکنید. یه خیلی کم حرکت فرمون گفتم، در حد 5 دقیقه باید باشه. خب بچه ها اگه توی مسیر مستقیمی حرکت میکنید و میخواید تمرین کنید که فرمونتون صاف بشه، حتما همون جوری که من گفتم فرمون رو بگیرید و اینکه خیلی جلوتون رو نگاه نکنید. انتهای لاینی که توش قرار دارید رو نگاه کنید. اگر به دورتر نگاه کنید چشمتون ناخودآگاه عادت میکنه و صاف میره. خیلی هم چیز سختی نیست، فقط کافیه که یه ذره تمرینش کنید و به حرفای مربی و این نکته هایی که من بهتون گفتم گوش کنید. به نظر من نهایتا تو 2 جلسه یا 3 جلسه فرمونتون صاف میشه. خب بچه ها ببینید، من الان اینجا رو میخوام دور بزنم، راهنمای سمت چپمو میزنم، فرمون رو گفتیم صفحه ساعت فرض میکنیم، من دست راستمو میذارم روی ساعت 12 و فرمونم رو به صورت زبدری میچرخونم. نگاه کنید، دست راست روی ساعت 12 میرسه به ساعت 9، فرمون به همین شکل جابجا میشه و چرخیده میشه. خب دورمو میزنم، قبل از اینکه ماشینم صاف شه یه نیم دور فرمونمو برمیگردونم، ماشینم که صاف شد فرمونمو کامل برمیگردونم. خب بچه‌ها ببینید، من الان این تقاطع فرعی رو میخوام تو خیابون اصلی گردش کنم. راهنمای راستمو که میزنم آروم آروم میام جلو. بچه نگاه کنید، من تو حالت اوریب وای میستم، یعنی حالت صاف نمیرم جلو استاپ کنم، تو حالت اوریب وای میستم. یک ماشین میاد، ماشینه بره. خب بچه ببینید، زمانی که آینه من افتاد این بره جوب، یعنی آینم جوب رد کرد، فرمونم رو یه دور میچرخونم. خب ماشینم که صاف شد سریع فرمونم رو صاف میکنم. نباید فرمون زودتر صاف شه نه دیرتر، چون انحراف میگیره.
ماشینتون که صاف شد سری فرمونتون هم برگردونید. خب بچه ببینید، من الان میخوام اینجا رو دور بزنم دور یه فرمونه. راه نمایی سمت چپم رو که زدم، گفتیم اگه فرمون رو صفحه ساعت فرض کنیم، دست راستم رو میارم روی ساعت 12، از روش فرمون زبدری یا دست روی دست استفاده میکنم. خیلی روش خوبیه، باعث میشه که سرعت چرخش فرمون شما زیاد بشه. نگاه کنید، دست چپ، دست راست روی ساعت 12، فرمونم رو میچرخونم آروم، دستام رو جابجا میکنم، کل فرمونم رو به سمت چپ میچرخونم. بچه ببینید، میرم جلو. قبل از اینکه ماشینم صاف شه، یه نیم دور فرمون رو صاف میکنم. ماشین که صاف شد، فرمونم رو کلن صاف میکنم. نباید فرمونتون رو زودتر صاف کنید، نباید فرمونتون رو دیرتر صاف کنید. اگر دیرتر و زودتر صاف کنید، ماشینتون انحراف میگیره توی دور یک فرمونه. خب من الان از توی خیابون اصلی میخوام گردش کنم به یه خیابون فرعی، یا به اصطلاح بپیشم تو خیابون فرعی. راهنمای راستم رو میزنم، خب آروم آروم میام جلو. بچه ببینید، این کوچه‌ای که من میخوام توش بپیچم یه دیوار داره. من ملاکم رو میذارم روی این دیواره. ببین، آینه که رسید سر دیوار، یا آینم دیوارو که رد کرد، اینجا زمان مناسبیه برای فرمون پیچوندن. از همون فرمون دست رو دست استفاده میکنم، آروم فرمونم رو میپیچونم. ببین، من کل فرمونم رو پیچوندم به سمت راست، حالا آروم فرمونم رو برمیگردونم. بچه ببینید، ماشین هایی که مدل بالاتر هم، فرموناشون خودشون برمیگرده، ولی معمولا پراید، تیبا، ساینا، اینا فرموناشون بر نمیگرده. خودتون باید فرمونو برگردونید. این نکته مهمیه. بچه وقتی که تو رانندگی میرسید به یه دوراهی و شما مثلا مثل اینجا قسمت سمت چپ رو میخواید برید، راهنمای سمت چپتون رو میزنید، از روی این خط بریده یا مقطع گردش میکنید. بچه ها ببینید، فرمون منو نگاه کنید، یه نیم دور بچه ها من فرمونم میدم، کافیه. میرم جلو یه ذره دیگه میدم، نیازی نیست بچه ها به زیاد فرمون دادن. شما یه نیم دور فرمونتون رو بدید یا یه ذره بیشتر، کافیه. شما ها میایید به اشتباه فرمونتون رو تو این جور جاها کامل میچرخونید به سمت چپ و انحراف به سمت چپ خیلی میگیرید. یه نیم دور، یه ذره بیشتر از نیم دورم بدید، کافیه. و تو لاین خودتون سریع برش گردونید. من یه نکته در مورد چرخوندن فرمون بهتون بگم. بچه هایی که تو چرخوندن فرمون مشکل دارن و همش میگن فرمون سفته، ما نمیتونیم خوب بچرخونیم، مخصوصا تو دور دو فرمونه و پارک دوبل که ما خیلی با چرخش فرمون کار داریم، من یه نکته بهتون بگم که فرمون چرخوندنتون رو خیلی راحت میکنه. بچه نگاه کنید، شما نیایید اینجوری فرمون رو بچرخونید. نگاه کنید، من الان 4 بار دستم رو اینجوری کردم و هنوز فرمون نیم دور چرخیده نشده. بچه ها از روش دست رو دست یا روش فرمون زبدری استفاده کنید. این روش سرعت چرخش شما رو خیلی سریع میکنه. نگاه کنید، دست راست روی ساعت 12، نگاه کنید، 12 رو میرسونید به 9، 1 رو میذارید روش، دوباره دست رو مرتب دارید جابجا میکنید. ببینید، من با 2 تا حرکت کل فرمونم رو الان چرخوندم. پس ایراد شما تو نحوه چرخوندن فرمونتونه. الان ببین، همون فرمون رو از این ور به آرومی و به روش دست رو دست برمیگردونم. اینو حتما تمرینش کنید. قول بهتون میدم که تمرین کنید، نیم ساعته اینو یاد میگیرید و دیگه تو دور دو فرمونه، مخصوصا تو دور دو فرمونه که کوچه باریک گیر میکنید، مثلا افسر بهتون میگه اینجا رو دور بزن، اگر سرعت چرخش فرمونتون خیلی زیاد باشه، خیلی خوب باشه، پدالا رو هم میتونی کنترل کنی و یه دور خوب میزنی. اکثرتون ایرادتون تو نحوه چرخوندن فرمونه، مخصوصا شمایی که تازه شروع کردید، سعی کنید این روش رو خیلی تمرین کنید. بچه امیدوارم که از این پست خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت یادتون نره. ممنونم از انرژی مثبتی که به من میدید. هر سوالی هم در مورد این پست داشتید، زیر همین پست برام کامنت بذارید. با حوصله نامحدود جواب همتون رو میدم. موفق باشید.